روحانیت، حالا فیلم مشهور شما زیر نور ماه که اصلا قصه روحانیه، اینجا یه روحانی وجود داره که خیلی بانمک هم هست و خیلی کارکرد ویژه‌ای هم داره. حالا که ویژگی این فیلم همینه، آدمای کوچولو کوچولو ولی نقشای اساسی و خیلی پررنگ و اینها. این روحانیت رو باش کار دارین؟ چرا اینقدر مورد علاقه شماست؟ تو گیر دادی بشی یه چیز دیگه میپرسم. نه نه من چرا گیر دادم؟ ببین شاید به خاطر اینکه فکر کنم علاوه بر اینکه همه دارن راجبش حرف میزنن، حق مطلب راجبش ادا نمیشه. خب من دوست دارم چیزی رو که دوست دارم جوری که دوست دارم نشون بدم. روحانی رو دوست دارین اونجوری که دوست داری؟ من همه آدم رو دوست دارم، مثلا مردم رو دوست دارم. خب فکر کنم اینا بخشی از اجتماع ماست. اتفاقا توی چند دهه اخیر بخش تعیین کننده مهمی که تو تاریخ ثبت خواهد شد. خب من دوست دارم اونجوری که بهشون در واقع اون چیزی رو که دوست دارم رو نشون بدم. تو روحانیت دوست ندارم روحانی نشون بدم که روحانیت دوست داشته باشه. برام مهم نیست که اونا دوست دارن یا دوست ندارن. بعضی وقتا تعصب سنفی اصلا اجازه نمیده تو تشخیص بدی که چی به نفعته. ببین چی میخوام بگم؟ روحانی من، روحانی که دوست دارم اینه. واژه روحانی اسم با مسمایی براش. بله. عالم دینی نیست. خوا عالم دینی باشه روحانی هم باشه، حالا اون یه بخش دیگه است. ما فعلا کار تفکیک می‌کنیم؟ تفکیک نمی‌کنم. اگه یه جایی به هم خوردن خیلی خوبه. پس نظر چه کسی هستن راجع به آثار شما مهمه؟ عموم مردم، جامعه. چجوری می‌فهمین؟ از فروش فیلم؟ نه، از واکنش‌ها و در واقع ارتباط‌ها. بخیر این یه نقطه تماستون، می‌دی می‌فهمی حرفاشونو می‌زنن، احساساشونو میگن، می‌فهمی غلط نرفتی، درست رفتی. آره چون میگین حالا مثلا اصناف کاری به توجه به مثلا الزاماتی که برخی روحانیون دارن، شما خودتو که ضبط میکنی دوباره گوش میکنی خوشت میاد از صدای خودت. خیلی سخت آدم راجع به خودش قضاوت کنه. میدونین چی میخوام بگم؟ بخاطر همینه ما هم یه جامعه یه خورده مثلا رشد نیافته به دلایلی هستیم توی بعضی از چیزا، مثلا تو بحث مدنیت اینا. تا یه مثلا راجع به دکتر حرف میزنی همه دوست دارن اون فضای اسطوره‌ای و ایدئال فلان فقط نشون داده بشه راجع به خودشون. یه خوده که پایین تعمیه. به نظر من هیچ کس راجع به صنف و حرفه خودش قاضی خوبی نیست. مردم بس ببینیم چی میگن. جریان عمومی سینما نسبتی با اون چه که شما به عنوان فرهنگ ایرانی میشناسین، به عنوان فرهنگ دینی میشناسین، با تعریفی که کردین، سالهای جنگی که گفتین، اون بزرگان شهیدی که گفتین که خداوند چه نعمتی به شما داده که این روزها مأنوسین با اونها و خیلی خوبه، با آدم قبطه میخوره به شما که این حال احوالو دارین، مجموعه سینمای ایران با آرمان‌های این مردم به نظر شما چه نسبتی داره الان؟ سوال من انکاری نیست، کاملا استفهامیه. ببین حساسیتشون کم شد به خاطر همون اتفاق بد رسانه‌ای که تبدیل به عادت شد. ببین شما اگه هر روز برید تو کوچه داد بزنید که آقا مگه شما اصلا غیرت ندارید بیاید بیرون، داره بهتون حمله میشه، فلان میشه، ببین این بحث غیرت، ناموس، یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، اگه هر روز بخوای اینجوری رجز بخونی، حساسیت مردم نسبت ارزش‌ها، نسبت به اعتقاد، نسبت همه چیشون از بین میره. تو نباید اینو به عنوان ابزار زیاد استفاده کنی. ببین چی میخوام بگم؟ نه نه خب فهمیدم. خب من میخوام بگم یه شکل دیگه اینه که ممکنه بیشتر توضیح بدی. میخوام بگم که همون دوره‌ای که مجبور شدیم در واقع یه چیزی رو پنهان کنیم، خب مجبور شدیم رجز بخونیم چون جنگ بود، مجبور شدیم که بیاید از مام میهن دفاع کنیم، خوب از فلان. آره اینا هم پنهان کاریار خیلی خوب میفهمم، هر رجز خونیار اونجایی که احساسات مردم رو میخوای تحریک کنی و خب. شعار میدی، خب اینو میتونی یه بار استفاده کنی، دو بار استفاده کنی، یه ذره که بیشتر استفاده میکنی دیگه مردم رو نسبت به همون چیزایی که بهشون تعلق داشتن حساسیتشون میاری پایین. سوال من که یادتونه که آره شما گفتید که رابطه سینما. مردم با این ارزش ها سینما، سینما، سینما ایران چه نسبتی با این مجموعه آرمان ها و ارزش ها داره؟ سینما ایران به نظر من توی نسبت به همه حوزه‌های دیگه که متاسفانه کمکاری‌هاشون رو پنهان میکنن و تا میخوان یک کسی رو نقد کنن سراغ هنرمندا میان، دینشون نسبت به خیلی چیزا ادا کرد و در مورد جنگ، در مورد خیلی از مسائل دارم به نسبت میگم، نسبت به حوزه های دیگه. واسه ببینیم بقیه مگه چیکار کردن؟ بقیه حوزه چه اتفاقی افتاده؟ که بیش از هر چیز دیگری دیده میشود و همه چیزش در منظر و مرآست. من خیلی کشورها رفتم که
فقط به خاطر اینکه ما سینما داریم بهم احترام گذاشتن. بعد میپرسم فیلمی هم از ایران دیدی؟ میگه نه، فقط شنیدم که شما سینما دارید. ببین بعضی وقتا یه نعمتای رو ما داریم نمیدونیم خودمون، اصلا نمیفهمیم ارزش چیه. میدونی چقدر دارن کشورها هزینه میذارن برای اینکه سینما داشته باشن؟ سینما یک در واقع صنعت هم لوکس هم دست نیافتنیه، چون با ابزار و امکانات و پول نمیشه به دستش آورد. واسه اون نیروی نرم‌افزاریش باشه. اصلا این داشته انتظاراتی وجود داره تو طیف‌های مختلف فرهنگی و سیاسی کشور. بیخود. و نارضایتی‌های. بیخود. میدون چرا؟ هم انتظاراتش هم من اصلا تایید نمی‌کنم که سینما ایران الان خیلی تو کیفیت خوبیه یا مثلا حجم انبوهی از فیلم‌های انقلابی ساختیم ما. ولی می‌خوام بگم که شما این مطالبات از کجا میاری؟ چرا راجع مطالباتی که ما از شما داریم هیچ کسی چیزی نمی‌گه؟ از اونایی که توقع دارن دارم میگم ها. شما تو حوزه‌های دیگه من خیلی خوب کار کردید. آخه این بازی رو ادامه بدیم، همه طلبکارتر از امروز میشیم آقای میرکریمی ها. خب همه یقه هم دیگه رو میگیم. چرا وقتی که هنوز توی سیاست‌های کلان ما فرهنگ زیربنای همه مسائلمون نیست و میگیم اقتصاد و میگیم سیاست و بعد مثلا فرهنگ هم بیاید کمک کند و اینجا که میرسیم اینجا که میرسیم میخوام همه مشکلات رو فرهنگ حل خراب میکنیم. شما اول بذار فرهنگ رو بذار به عنوان زیربنا، بعد اونا رو بیار بر اساس این طراحی کن. اون سیاست کلان اگه این کارو کردی، اون وقت توقع داشته باش که آقای سینماگر چرا کاری نکردی؟ چه موسیقی خوبی داری. جدی؟ آقای محمد رضا علی‌قلی عالیه. یکی از بهترین این موسیقی تو هم این موسیقی آقای خیلی موسیقی خوب داره برای فیلم چیزتون خیلی دو خیلی نزدیکم خیلی خوبه. خیلی قطعه خوبیه. اون تکه دیگه از فیلم هم آماده کنیم. حرفمون بی ربط شده. نه موسیقی دل منو برد. موسیقی دلمو برد. یه ذره دیگه از فیلمو ببینیم. ببینیم. نه خیلی خوب باشه داد نزنید تو گوشی من. این که من فقط نکتم اینه که اگر همین بازی رو ادامه بدیم توی یک مدار بسته میفتیم که نه مدار بسته نمیفتیم. ما هنوز به اون عقلانیت نرسیدیم که بدونیم ریشه بسیاری از مشکلاتمون در حوزه فرهنگ. آخه من بگم آقای میرکریمی چیکار کردی؟ آقای میرکریمی عذرخواهی میکنم، ببخشید تو رو خدا. آقای میرکریمی بفرمایید که شهیدی خودت چیکار کردی؟ این که عادت مأنوس ماست. من میگم به نسبت توجهی که شما کردی نکردی، ما کارمون رو درست انجام دادیم. من حرف درست دارم. مجموعه یه برایند سینمای ایران در سالهای به نسبت توجهی که شما نکردید، سینما ایران خوب کار کرده، کارنامه خوبی داره، قابل دفاعه. گلایه هایی که نسبت به سینماست رو پس خیلی خب بذارید کنار گلایه هایی که ما از حوزه‌های دیگه داریم. رئیس دوباره برگشتیم. خب نمیشه که آخه اینو به هم وصله، مگه میشه؟ شما چی جوری دارید اینو جدا میکنید؟ ضمن اینکه توقعاتمون رو باز واقعی کنید، چی میخوای از سینما؟ ببین اگه با اون تفکر اول گفتم اون آدمایی که حامی خدا ان اون دسته، اگه با اون تفکر میخوای فیلم بسازی و انتظار داری سینما کاری نکرده، با اون وقت مثلا میشه فیلم دینی، میشه یک ژانر خیلی بسته فلانی که دیدیم دیگه تو تلویزیون بعضی وقتا. شما مثل خودتون متهمین به فیلم دینی ساز ها. من فیلم میسازم. من تصمیم میگیرم فیلم دینی بسازم. من فیلم هم میسازم. حالا دیدی در میاد به خاطر اینکه کسی که داره میسازه شاید یه اعتقاداتی داره. مهندسی نمیکنم، خط کش و کولیس و اینا ندارم که برم که آقا من میخوام برم فیلم دینی مثلا کل پشت میاد. نه اینجوری نیست، من برم فیلم میسازم. ولی اون نگاه میگه میخوام برم فیلم دینی بسازم و آدم ها رو هدایت کنم. میدونی اون توقع رو سینما ایران که برآورده نمیکنه، هم به حق برآورده نمیکنه، مثلا غلط اون نگاه. و اصلا مستقایی هم که آقایون بهش افتخار میکنن، مستقایی که به نظر من فیلم های ضد دینیه علارغم همه شعارهایی که توش داده میشه. بله به ضد خودش تبدیل میشه، باور ایمانی مخاطب رو ارتقا نمیده. ببین فرمولی که سینما هالیوود داره، فرمولی که چه وقت نداریم نه میخوایم میگن فیلم اون تیکه چیز یبقن آماده است بفهمید فرمولش تمام کنیم که یه تیکه دو سه دقیقه است. ما باید یادمون باشه که فرمولی که داریم برای فیلم سازی مثلا به اصطلاح دینی خودمون استفاده میکنیم بر چه چیزی مستواره. فرمول سینمای هالیوود میاد چیکار میکنه؟ روی قدرت یعنی لحظه تصمیم گیری و انتخاب مخاطبش تصرف میکنه و ورود پیدا میکنه. البته این کارو خیلی زیرکانه انجام میده، یعنی فیلم میسازه انقدر تحت تاثیر شما رو قرار میده، یک دو راهی هم میذاره جلو پات و راهت که انتخاب کرده رو میذاره در واقع کنار. اصلا بی‌نظیر اونا تو این قصه. و شما فکر میکنی خودت انتخاب کردی. در حالی که اونا انتخاب کردن. در حالی که اونا انتخاب کردن. و خیلی چیزای دیگه. حالا شما فکر کن همین فرمول رو بیاری برای سینمای دینی بسازی. فکر می‌کنی درسته؟ یعنی تو انتخاب تو کرده باشی
بعد یه دوراهی بذاری، بعد یه معجزه‌ای بذاری که من غافلگیر بشم، بگم آه من ایمان آوردم، پس من همین راهو انتخاب می‌کنم. بعد این چقدر تاثیرش تو من میمونه؟ بعد یه سوال برای آدم پیش میاد، اگه قرار بود من بر اساس جبر انتخاب کنم، انتخابو چرا خدا به من داد؟ اگه قرار بود تو بگی 2 ضرب 2 = 4 و این من نتیجه منطقیش اینه و من اونو چون منطقیه بپذیرم، که این جبره، این که اختیار نیست، که اختیار داده که تو انتخاب کنی. من بیشترین کاری که میتونم بکنم این که تو رو حساست کنم. من حساست کنم نسبت به عالم، دوچار سوالت کنم قبل از انتخاب. یعنی من موظفم همه ابنای بشر رو هدایت کنم؟ نمیدونم چرا شما زیر بار نمیرید. قرار بود توی برنامه امشب گروهی از بازیگران یه حب قندم اینجا باشن، خانم جواهریان کسالت داشتن و ناخوشن که انشالله سلامت باشن، آقای کیانیان من برای بار چند امشب هم زنگ زدم بهشون، یه اسمس به من دادن که سر فیلم برداری اند و خواستن که سلامشون رو به شما برسونیم، گفتن حتما جای منو خالی کنین. منم چون قول دادم عرض میکنم که و واقعا اینطوریه، برای همه ما این حس هست که جاشون خالیه. و دیگر آقایان خانم هایی هم که همینطور هر کدوم درگیر یه کاری بودند، وگرنه حال خوبی داشتیم، محفل خوبی میشد، کلی هرکره را میدافتیم اینجا با اون مثل فیلمتون. خیلی خوب. من واقعا تیم خوبی داشتم برای ساخت یپقن. خدا خیلی لطفا به شما کرده، این یکیشه فقط. من واقعا همینطوریه، من مدیون لطفای خدا تو همه لحظات زندگی هستم. فقط اگه تصمیم بگیریم بشر رو نجات بدین دیگه به راه اومدین. آره من همین چیزی تصمیم نیومده که بخوام به کسی بدم. همین کارو باید بکنیم. باید اول یه سی گیرم بیاد. خیلی ممنونم از مردم که خودشون دارن فیلمو تبلیغ میکنن و کمک میکنن به دیده شدن فیلم. من خیلی خوشحالم از اینکه توی همزمان با دو تا فیلم خوب دیگه فیلمم اکران شده. فیلم خوش ساخته آقای میری و سعادت آباد و فیلم راه آبی ابریشم، فیلم خوب آقای بزرگنیا که زحمت زیادی براش کشیده شده و ایشون اصلا یکی از تکنیسیان‌های خوب سینماست، کسی که سینما رو خیلی خوب می‌سازه، و مازیار میری هم به نظرم بهترین فیلمش رو ساخته. از مردم می‌خوام از سینما حمایت کنن، برن فیلم‌ها رو ببینن. همین. آره چی بگم؟ چه کم توقعی شما؟ من میخوام هدایتشون کنم. نه دیگه بلد نیستم. مگر میشود آدم فیلمساز قصد مثلا القا نه اقناع؟ شما چی میگیم بهش؟ ما میگیم القا، شما چی میگیم؟ ما میگیم هدایت. اینجا محل هدایت دیگه، نه خیابون هدایت. خیلی لطف کردین آقای کریمی، دست شما درد نکنه. فیلم بعدی معلومه چی به؟ راجبه روحانیه دیگه؟ نه دارم می‌نویسم، هنوز خیلی شکل نگرفته که بخوام روش حرف بزنم. نه فرم پیدا نکرده، هنوز چیزی نیست که بتونم راجعش حرف بزنم. فیلماتون رو برای جشنواره آینا فرستادین و علاقه‌مندین؟ بله، یه مجموعه جشنواره رفته و یه مجموعه هم در راه داره. شما با این گروه خاص بازیگر هم معمولا کار نمی‌کنی؟ یعنی نه، من اصلا هیچ نگرانی برای کشف ندارم، دوست دارم اتفاقا استعدادایی که کمتر دیده شدن رو برم پیدا کنم بیارم و چقدرم کار یاد میگیرم ازشون. کسانی که تازه پیدا میکنیم، کسانی یا... که آره توانایی دارن ولی دیده نشدن و فرصت نداشتن. بازیگرای حرفه‌ایتون هم خیلی خوبن همشون. آره همه خوبن، من از همشون آقای کیانیان اینجا، خانم جواهریان، آقای فرصت نشد راجع بازیگر حرف بزنم. آره خوب بود راجع اونا میگفتین، از همشون راضیم. اگه آقای کیانیان مشهدی نبودن و مثلا اردبیلی بودن، پس ما یه شخصیت اردبیلی اینجا داشتیم. ممکنه اشکال داشت؟ نه قربون شما برم، چون امکان منطقیش وجود داشته بسید. شما تو اون معنی که در واقع میخواییم بگین هر کجای ایران رو که بچینید کاملا درسته. مرسی، خیلی ممنون. متشکرم. انشالله که هممون عاقبت به خیر باشه. انشالله. فیلمتون تا که اکرانه؟ میکنم یه 4-5 هفته دیگه هست. یک بهشون بگین شما که دستتون مسئولی میرسه بگین این صدای فیلم ها رو بهتر کنه. فیلم من خیلی نیاز داره به صدای خوب، چون با لهجه دارن، تو هم حرف میزنن، شلوغ و هر سالونی که صداش خوبه نتیجه خوب گرفته. خیلی ممنون.